32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز 14 اردیبهشت به نقطه پایانی خود رسید. این نمایشگاه از 4 اردیبهشت ماه در اینجا مصلای تهران برگزار می‌شد. اوایل نمایشگاه خیلی بی‌نظم، بعدن روی روالی افتادش و فروش کلی هم اگر بخوایم بدونید نسبت به پارسال شاید مثلا 20% ریالی اضافه شده باشه، برای اکثر ناشرا فکر کنم اینطوری باشه، ولی تعدادی کتاب حداقل 30-40% کمتر فروختیم. قیمت تموم شده کتاب خیلی گرون شده، بنابراین مردم قدرت خریدشون میاد پایین. پولیو که در حقیقت داشتن برای خرید مثلا 10 جلد کتاب الان بهت بیان 2-3 جلد کتاب بگیرن و نمیتونن کتاب بخرن، برای همین تعدادی خب کتاب خیلی کمتر فروختیم امسال. اساسا مصلا فقط به خاطر اینکه مرکز شهر جای مناسبیه، ولی فضای نمایشگاهی نیستش اینجا. حالا ما بهترین جا هستیم توی شبستان، وگرنه اصلا فضای نمایشگاهی نیستش اینجا. مجبوری شما از یه جا وارد بشید و یه حجم زیادی هستش که مردم سردرگمن. همیشه هم بر اساس به هر حال نامنظمی که وجود داره در چیدمان غرفه ها، حروف الفای نامرتبط، الف تو ب، ب تو جیم، هیچ چیز عجیبیه، هیچ وقت ترتیب خاصی وجود نداشته، برای همین خیلی اینجا فضای خوبی به نظرم برای نمایشگاه نیستش. از مشهد اومدم، بعد به خاطر نمایشگاه اومدم دیگه، آخرین روزش رسیدم که اومدم نمایشگاه. چرا دلیلش چی بود که از مشهد اومدید برای نمایشگاه؟ خب نمایشگاه تهران خیلی خوبه، جالبه. قبلا سالهای قبل اومدم، ولی چند سالی هست نیومدم. امسال اومدم. از چه نظر جالبه؟ مثلا اون کتابایی که اینجا هست توی مشهد نیست؟ کتابایی که خب نه به این تنوعی که داره، نه. مشهد این تنوع نداره. این اندازه اینطوری نیست. به این اندازه نیست. دلیل اصلی که نمایشگاه کتاب اومدین به خاطر تنوع کتاب‌ها بوده؟ تنوعش بله، به هر حال خیلی فرق میکنه تا نمایشگاه مشهد. بله تنوعش اینجا بیشتر. چند جلد کتاب خریدین؟ من تقریبا 10-12 جلد میشه. تو چه بازاری؟ هم رمان خریدم، هم برای بچه ها خریدم، برای نوه هم خریدم، برای رفتار با نوجوانان خریدم، بیشتر بخاطر برای اونا خریدم. قیمت ها خیلی گرونه، امسال خیلی زیاد شده نسبت به سالهای قبل. کتاب خیلی گرون شده، یعنی من زیادم اینجا نمیبینم، یعنی مثل سالهای قبل استقبال سالهای قبل، حتی مشهد هم خیلی کم شده چون قیمت کتاب خیلی گرون شده. یعنی توانی شما نداریم بخوایم کتاب بخریم، خاطر همین هم مطالعه کم شده. خوب نبود امسال اصلا، نصف پارسال بود تقریبا. فروشتون یا فروشمون نسبت به پارسال نصف شده بود، دو برابر قیمت شده بود نصف بود. دلیلش رو چی میدونید؟ دلیلش دیگه همه جور هست دیگه، یا موبایلن تو اینترنت کار میکنن یا بی پولیه، برصورت دلیل زیاد داره دیگه. نخوندن کتابه، عادت ندارن به خوندن کتاب، یه سری خاص میان دنبال کتابه خاص. یکی از دلایل دیگهش تغییر زمان نمایشگاه بود. خیلی از مخاطبان ما اصلا این گفته ما لحظه آخری متوجه شدیم که نمایشگاه زودتر برگزار شده. با توجه ماه رمضان خب نمایشگاه 10 روز زودتر برگزار شد. بسیاری از مخاطبان ما اطلاع نداشتن. شما بیلبوردهای شهری هم نگاه کنید، مثلا زده همیشه کتاب، ولی دقیقا تاریخ زمان مکان رو نداره. و این با توجه جابجایی نمایشگاه بین شهر آفتاب و مصلا، خیلی‌ها فکر می‌کردن هنوز تو شهر آفتاب برگزار می‌شده و این عواملی بوده که دست به دست هم داد. من فکر می‌کنم بازدید امسال کمتر بودش در کل. امسال با توجه به سال پیش، ما سال پیش فروش نداشتیم، یعنی به صورت نمایشگاهی شرکت کرده بودیم، چون دیدگاه صاحب نشر و مدیر مسئولمون بر اینه که نمایشگاه باید به صورت نمایشی باشه، یعنی کتاب برای فروش عرضه نشه، چون نمایشگاه بین‌المللی مثل همه جای دنیا باید محل تعامل خواننده و ناشر باشه. ولی امسال با توجه به شرایط اقتصادی متاسفانه مجبور شدیم که یه ذره زاویه دید رو به سمت دیگری ببریم، هرچند که هنوز خود خانم لایجی مدیر مسئول انتشارات بر باور قبلی خودشون هستن، یعنی خودشون میگن تغییر موضعی ندادم، اما به هر حال شرایط گاهی ایجاب میکنه که اندیشه دیگری در نظر گرفته بشه. موضوع بر این که ناشرا سال گذشته خیلی حمایت نکردن در واقع این روی کرده انتشارات روشنگران رو،
ولی امسال فروش خب به خاطر اینکه کاغذ بسیار گرون بود و قیمت کتابا گاهی سه برابر شده و خب واقعا قدرت خرید کم شده امسال و میشه گفتش که مثلا فروشمون چیزی شبیه مثلا دو سال پیشه یا مثلا خیلی تفاوت آنچنانی نداره با توجه به تورمی که وجود اومده. مراجعه کننده زیاده، یعنی مثلا پنجشنبه جمعه بازدید کننده ها بسیار زیادن، اما خریدار کتاب یا کسی که مشتاق خریدن کتاب باشه با توجه به این قیمت ها یه خورده افت کرده. نمایشگاه رو در واقع بزرگترین رویداد فرهنگی کشور ایران میدونند، نمایشگاهی که نقاط ضعف و قوتی داره. از مهمترین نقاط قوت این نمایشگاه گرد آمدن حجم انبوهی از ناشران و به تبع آن تبلیغاتی که از سوی رسانه‌ها و تلویزیون و رسانه‌های رسمی صورت می‌گیره برای حضور مردم و قرار گرفتنشون طی این چند روز در مجاورت کتاب و احیاناً خرید کتاب هست. اما از نقدهایی که میشه به این نمایشگاه گرفت و سالها هم این نقدها وجود داره این هست که خب چقدر تأثیر میتونه بگذاره روی کتابخوان شدن مردم، یا اساساً برای این منظور هست یا نه. در این حال نقطه ضعف دیگر این نمایشگاه تأثیر منفی شدیدی است که میذاره بر روی کتاب فروشی های سراسر کشور. الان در کشور ما حدود 17,000 پروانه نشر صادر شده و 2000 و اگر اشتباه نکنم 2398 ناشر الان توی نمایشگاه بین المللی کتاب حاضر هستند، در صورتی که ما تنها حدود 1000 تا کتاب فروشی فعال در سراسر کشور داریم و خب این تأثیر میذاره. این یعنی این که شبکه توزیع کتاب مناسب نیست در کشور و مردم از اقصی نقاط مجبورن بیان از اینجا کتاب بخرن و این به حذف کتاب فروشی ها منجر خواهد شد. به هر حال نمایشگاه کتاب تهران همچنان دچار نبود محل ثابت نمایشگاهی است. ناشران عمدتاً از مصلا گله‌مندند و ناراضی‌اند چون فضاش رو نمایشگاهی نمی‌دونند، با وجود اینکه دو سال پیش نمایشگاه به شهر آفتاب منتقل شد اما به دلایلی دوباره به این محل برگشت، به خاطر اینکه احتمالاً دسترسی مردم آسان‌تر بود و این میتونست آمار بازدیدکننده ها رو بیشتر بکنه و احتمالاً کمک بکنه به بیلان کاری که قرار مسئولان از این نمایشگاه بدن. این نمایشگاه تا حالا چیزی حدود 99 میلیارد تومان روش داشته، اما در واقع خب به خاطر بحث گران شدن کتاب نمیشه گفت که در واقع مردم کتاب بیشتری خریدن، نه مردم کتاب کمتری خریدن، این رو ناشرها هم اعلام میکنن، یعنی تعداد عنوانهای کتاب کمتر بوده اما میزان ریالی فروش افزایش داشته. درباره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از همون اوائل در واقع مباحث زیادی وجود داشته، مشکلات رو گوشزد کردند کارشناس ها، رسانه ها، اهالی نشر، فعالان حوزه کتاب، اما به صورت جدی هیچ وقت هیچ مسئولی نتونسته در واقع تغییر اساسی در سازوکار برپایی این نمایشگاه ایجاد بکنه و همچنان نقدها پا بر جا هستند و کجدار و مریض هر سال به همین شکل در واقع ادامه حیات میده و در واقع تأثیر زیادی بر صنعت نشر کشور گذاشته. این روند همچنان هم به نظر میرسه در سالهای آینده ادامه خواهد داشت و با توجه به اینکه خب مردم استقبال میکنن به خاطر اینکه به هر حال کتاب هست، حتی اگر هم نخوان بخرن میان حضور پیدا میکنن و ساعتی در این فضا تنفس میکنن، رسانه ها تبلیغ میکنن، تلویزیون به هر حال برنامه سازی میکنه، حجم زیادی از مردم رو چند روز میتونه اینجا با خودش درگیر بکنه. اما این که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در بالا بردن سطح کیفی نشر کتاب و علاقمند کردن مردم به حوزه کتاب جدا محل سوال هست.